شمیت علا هم این مکتب دادش که کاراکتر رو خون سیبن ایشم فرس تنظیم این اقوال همزم پیشم یعنی تر بگیز به نام خداوند بخشندی مهربان با کسب اجازه از محضر اسقف اعظم کلیسای شرق آشوی عالی جناب اسقف مار مرسل بنیامین و با کسب اجازه از تمام روحانیان عالی قدر آشوی ارمنی کرمی زرداشتی و با کسب اجازه از محضر گرانقدر سردار ساجدینیان ریاست محترم پلیس تهران بند صحبت ما با یه فرمایشی از امام علی آغاز می‌کنم. مولای مأمورین انتظامی حضرت علی در نامه‌ای که به مالک اشتر حاکم مصر می‌نویسند می‌فرمایند افراد تحت حکمرانی تو دو گروه هستند، یا برادران دینی تو هستند که در دین با تو برادر یا هم نوع تو هستند که در انسانیت با تو برابرند. در این برخورد و برابری را ما در نیروی انتظامی میهنمون می‌بینیم و این جمع که در کنار هم نشستیم از ادیان مختلف مثل برادر در کنار هم. هفته نیروی انتظامی را به این عزیزان تبریک عرض می‌کنم. هفته ناجا نمایش اقتدار و اوج تعامل با سرمایه های اجتماعی است. سرمایه های اجتماعی ما نیروی انتظامی و ناجای است. در این هفته آنچه در توان داریم را در طبق اخلاص می‌گذاریم و به شکرانه نعمت خدمت و حرمت منزلت، کرامت، خدمتگذاری را به منصه ظهور می نشانیم. بار دیگر هفته نیروی انتظامی مبارک باشد. اقتدار پلیس ما مردمداری، قانونمداری، روزآمدی، بنابراین ما نیست. باید در این سه اصل نیروی انتظامی شریک و سهیم باشیم و امروز دور هم جمع شدیم تا بگیم خسته نباشیم سروران عزیز، پلیس عزیز، نیروی انتظامی عزیز، ناجای عزیز، هفته برای شما مبارک باشیم. اما نیروی انتظامی ما ناجا از کجا آمد؟ چجوری ما صاحب این نیروی سالهای سال ما داشتیم؟ نیروی انتظامی ما جا برادران خواهران عزیز من وارد سایت این نیرو بشن، اولین کلمه که اونجا میبینن میگن ایران کشوریست باستانی. شاید اولین تشکل کشور ما این جمله رو به کار میبرن، ایران کشوریست باستانی، و این کشور از اقوام، ادیان، گروه‌های مختلفی در کنار هم زندگی می‌کنند و تاریخ خودشون رو حفظ می‌کنند. ما آشوری‌ها بیش از 3700 سال در ایران داریم زندگی. ایران از خودش اینجا نشون میده کشوری است باستانی و برای ما ارزش داره. از زمان اشکانیان و ساسانیان نیروی انتظامی بوده. من وارد اون مرحله ها نمیشم، نمیخوام برم زمان، ولی ما شهربانی داشتیم، ژاندارمری داشتیم، کمیته داشتیم. بعد از انقلاب ارزشمند و اسلامی ما در سال 1370 1371 برای اینکه این نیروهای شهربانی، ژاندارمری و کمیته بتونن وظایف خودشون رو انجام بدن، در کار هم دیگه دخالتی نداشته باشن، نیروی انتظامی وجود داره. و این به وجود اومدن نیروی انتظامی ما داریم می‌بینیم نیروی انتظامی ما
در طول جنگ 2926 شهید کادر داشته. 2926 نفر از کادر نیروی انتظامی ما به خاطر این آب و خاک، به خاطر حراست از مرزهای این آب و خاک شهید دادن. 5672 شهید وظیفه داشته در نیروی انتظامی. این نشون میده که این نیروی انتظامی ما فقط فکر امنیت شهر نبوده، فکر امنیت کشور رو داشته و برای کشورم خدمت کرده، چون ایران کشور باستانی با دیدشون، نظرشون، نقطه نظراتشون. ژاندارمری که ادغام شده در نیروی انتظامی به تنهایی توانست شکست حصر عبدان را به نام خود ثبت کنه. عملیات سامن ائمه توسط ژاندارمری انجام پذیرفت و حصر عبدان را شکست. با شروع نیروی انتظامی سردار مهرابی، سیف اللهی، لطیفیان، قالیباف، احمدی مقدم که در حال حاضر فرمانده هستند، فرماندهی این نیروی عظیم را به عهده داشتند و واقعا همشون دستشون. ما میشنویم نیروی انتظامی سر کارمون و شاید کلانتری محلمونه. چقدر شناخت داریم این پلیس ما کیا هستن؟ کدوم ارگان ها کجا کار میکنن؟ پلیس امنیتمون، پلیس ارشاد، پلیس مرزبانی، پلیس فتا، پلیس راهبر، پلیس آگاهی، پلیس حفاظت اشخاص، مسئولین، مقامات و و و و. اما ما امروز چرا جمع شدیم؟ چرا ما امروز اومدیم به این فکر افتادیم که ما اقلیت ها مدیون پلیس هستیم، باید برای این پلیس ارزش قائل باشیم؟ بنده به عنوان یک فرد آشوری اعلام میکنم من مدیون شما هستم. من دست شما عزیزان رو میبوسم. از اون سرباز وظیفه نیروی انتظامی تا فرمانده بزرگش آقای سردار احمدی مقدم. چرا؟ چون ما را حفاظت میکنیم. چرا؟ چون در تمام شرایط در کنار ما بودیم، برای ما امنیت ایجاد کردیم. چرا؟ چون ما را شرمنده جهان و جهانیان نکردیم. چرا؟ چون زبان ما را دراز کردیم که ما بتونیم به مدعیان حقوق بشر، به مدعیان دموکراسی، به امپریالیست جهانی اعلام کنیم ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که نیروی انتظامیش مردمی است. نیروی انتظامیش اون نیروی نیستش که در تمام شرایط مردم خودش رو زیر باتون ها قرار داده. نیروی انتظامی ایران همواره سعی کرده تمام ارزش‌هایی را زیر پا بذاره که دیگران میخوان از اونها بهره‌برداری. نیروی انتظامی ایران اومده در تمام ایامی که براشون از نظر مذهبی مقدس بوده، عزادار بودن، شیون و زاری داشتن، در ایام قبل سال 2000 تا همین سالان نه، بلکه تو این پارکینگ چه داریم چادر زدیم، ما سال نوی مسیحی را برگزار کردیم درست در ایام بعد، برای اینکه به جهان ثابت کنیم که ما در ایران ارزش قائل هستیم برای تمام ادیان، برای تمام اعتقادها، برای تمام عزیزانی که توی این همه شخص زندگی میکنم. من تشکر میکنم هفته نیروی انتظامی را با تمام وجود تبریک میگم. نزدیک شده 1200 نفر ما اینجا شب شامگیر را برگزار می‌کردیم. جان سردار از اون خیابون،
از این خیابون برادران عزیز نیروی انتظامی خیابون را بسته بودن، این پایین تمام این محبت پخش بودن که ما اینجا آرامش داشته باشیم و سالنو رو برگزار کنیم. من تشکر میکنم. وظیفه‌ام امروز این هفته را تبریک عرض میکنم. شما عزیزان واقعا از جان مان به خودتون مایه میذاریم، فدا میکنم. جناب آقای دکتر مرسده فرمودم مواد مخدر چقدر شهید دادیم، این شهدایی که برای این موارد دادیم جز شهدای جنگ بودن. من به تشکر میکنم و امیدوارم خداوند همیشه حامی شما باشه. مطمئنم از این روحانیون عزیزی که اینجا هستن همه در تمام مراسم برای شما دعا میکنه و امروز دلم میخوام همه بدونم از روزی که جناب سردار ساجدینی ها تشریف آوردن مسئولیت رو به عهده گرفتن ما خیلی راحتی داریم. بوده زنگ زدیم کنگره جهانی آشوریا را ما اینجا برگزار میکردیم، اتحادیه جهانی آشوریا را جناب سردار اگه اشتباه نکنم 11-12 شب بود من به لازم میکنم برای امنیت فرداش در برج میلان. ما نمیتونیم فراموش کنیم دستگاهی که داریم. واقعا از همه عزیزان من به اسم نمیبرم چون برادر عزیزم جان قادر خلقی اسم بودم، ولی یک اسمی را بنده میبرم که حداقل از حضرت علی تشکر خواهم کرد به هر نحو شایسته که بتونیم از این سرورد عزیز تشکر بکنیم. بنده تشکر میکنم بر حضور شما و حضور عزیزان آشوری که اینجا این محوطه زیر حفاظت جناب سردار بهرامی. من خواهش میکنم جناب سردار رئیس کلانتری کم که اینجا زیر نظر شد تمام مراسم ما را زیر پوشش قرار میدن، حتی هیچ کسی متوجه نشه عزیزانی را میفرستن، گشتایی را میفرستن، شبان روزی این محبت را حفاظت بکنن. من از مظهر برادر بسیار عزیزمون و تمام پرسنل کلانتری کم تشکر قدرداری میکنم و هر طریقی بتونیم اینا سپردار تشکری ازشون بفرم. ولی وظیفه دارم از جناب آقای تقوی من یه تشکری بکنم و یه چند سالی وقت شریف چند دیگه وقت شریفتون رو بگیرم. چرا من تشکر میکنم و چرا من در مدت این 15 سالی که ایشون این مسئولیت رو دارن همیشه سعی کردم خواستم ایشون باشه. جناب آقای تقوی وقتی تشریف آوردن اشتاد منده رئیس سنجمان آشوری تهران قبل از اون ما افرادی را داشتیم قصد میخوام این کلمه رو میخوام به کار ببرم ولی ناچارم به کار ببرم که ارزش انسان ها در عمل کردشون، رفتارشون، فعالیتشون، برخوردشون. افرادی که قبل از آقای تقوی نشسته بودن ما را تافته جدا بافته از این مملکت می دونست. در چادر سفیدی در بانک اون فرد نشسته بوده، اونجا برمیگرده میگه شماها، شما اقلیت‌ها یه وصله هستین سیاه رو این چادر سفید و شما اقلیت‌ها تو این مملکت وصله این. کاش ایشون الان بودن می‌دیدن، کاش ایشون بودن تمام فعالیت‌های چنجامی پذیره می‌دیدن. اون حرکت‌ها انجام شد، اون حرف ها انجام شد که خیلی از افراد جوامع ما ناچار شدن در عرض 20 سال
پناهنده بشم برم. و مدعیان دموکراسی، مدعیان حقوق بشر، اونهایی که دلشون میخواد قیم من باشن، من از اینجا با صدای بلند میگم من احتیاج به قیم ندارم. قیم من سردار ساجدنیا و سردار ساجدنیا ها هستن، مسئولین من بچه هستن، که قیم من نیستم، برادر منم، با هم داریم در کنار هم زندگی میکنیم. و آقای تقوی خیلی از این حرکت ها رو سرپوش گذاشته. من دلم میخواد واقعا همه به افتخارش دست بزنم. امیدوارم خداوند تمام اونا به راه راست هدایت کنه و روی خدمت به کشورمون میهنمون جواب بده. جا صدامان چند کلمه به زبان نشید اجازه بفرمایید صحبت میکنم بعد از محضر تونستم نیوم که خبیبه و دان منتا و پت توخون ته توخون باید اخ خورزم اخوان اسی وخ و پسد مار نوی پلیه و مد شوخ اخ جنف و آه ای کنایو کلابت اخوان اسی وخ شوخ نو بخرون خیشاری تنگلنت قدم کلیخنا پلخاننا دنبارنگا و اندام نیتی لکت او دیو اخ خورزم نتوخ میچون سیویات شیطدا وردو چیز هنونای خواهد هر اتخبر طول لا اخوزدیر میچون رو خونتان نمتا چون رو خونتان بسیم خیلی تل خردو مطلبه و گوی زوده انی پلخی قدن و صفت شمیل قدن بشه دیگار رو چون کخونیمه اتون رو به بسیم از محضر سردار سجدنیا فرمانی محترمه ناجای تهران دعوت میکنه.